و 78 نفر دیگر را زخمی کرد برگزار شد. چند روز قبل از این حادثه نیز 10 نفر دیگر از جمله دو پلیس بر اثر درگیری و رقابت‌های بین سندیکایی کشته شده بودند. ایران در رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان جهان رتبه سوم را کسب کرد. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران در پایان رقابت‌های جهانی این رشته در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان به 1 مدال طلا و 6 مدال برنز دست یافت. تیم ایران با مجموع 60 امتیاز پس از روسیه با 77 امتیاز و آذربایجان با مجموع امتیاز 74 در جایگاه سومی جهان قرار گرفت. زن 80 ساله‌ای تابلوی عتیقه تصویر مسیح را به منظور ترمیم خراب کرده است. یک زن سالمند با تلاش برای ترمیم غیرقانونی یک تابلوی آبرنگ روی گچ از مسیح مقامات فرهنگی اسپانیا را شگفت زده کرده است. این تابلو که اینک آن مرد نام دارد اثر الیاس گارسیا مارتینز است و از بیش از 100 سال پیش بر دیوار کلیسای سانچری آف مرسی که در نزدیکی ساراگوسا به دیوار آویخته شده بود قرار دارد. اینک آن مرد به تابلوهایی گفته می شود که مسیح در آن با تاجی از خار به چشم می خورد. گفته می شود ترمیم کننده این تابلو که بیش از 80 سال سن دارد از خراب شدن این اثر بر اثر رطوبت بسیار ناراحت شده بود و آن را با خود برده تا ترمیمش نماید. اما نوه الیاس گارسیا مارتینز خالق تابلوی چومو که مستاصل در برابر تابلوی پدر بزرگش ایستاده میگوید تا زمانی که وی بر روی ردا و جامعه نقاشی کار میکرد مشکلی نبود، اما وقتی به سر عیسی سه ورزشکار پارالمپیکی اردنی به سوء استفاده جنسی از کودکان متهم شدند. سه نفر از اعضای تیم معلولین اردن در مسابقات پارالمپیک لندن به اتهام تعرض جنسی به کودکان در ایرلند شمالی دستگیر شدند. دست درازی به دو کودک و تعرض به یک زن جهانگرد به علاوه ایجاد مزاحمت و چشم‌چرانی از جمله اتهامات این سه نفر است. نفر اول مربی و بدنساز تیم است که متهم به سوء استفاده جنسی از یک کودک شده است. دو نفر دیگر هر دو از ورزشکاران شناخته شده کشور اردن هستند که از ناحیه پا معلولند و با ویلچر حرکت می کنند. دادگاه بعدی این سه نفر در ماه اکتبر برپا می شود و مقامات اردنی قول دادند که هر سه نفر در دادگاه حاضر خواهند شد. That the three men were due to participate in is due to start on Thursday. The three men will not be there voluntarily. They've gone back home to Jordan. Mark Simpson, thank you. دختر 4 ساله براد پیت و انجلینا جولی ستاره‌های مشهور هالیوود در نقش پرنسس ظاهر خواهد شد. ویوین جولی پیت دختر 4 ساله ستارگان مشهور هالیوود به زودی در فیلم کمپانی دیزنی با عنوان مالیفیسنت در نقش پرنسس جوان ظاهر خواهد شد. قرار است این فیلم ماه مارچ سال 2014 میلادی اکران شود و ویوین دختر پیت و جولی پورتری پرنسس جوان آرورا را نشان می‌دهد که در خواب است و با بوسه پرنس خوشتیپ از خواب بیدار می‌شود. ویوین جولی پیت و ناکس لیون دو قلوهای دختر و پسر ستاره‌های هالیوود هستند که در بیمارستانی در نیس واقع در جنوب فرانسه در تاریخ 12 جولای سال 2008 میلادی به دنیا آمدند. The 4-year-old girl has officially been tapped to join her mother in Walt Disney Pictures' upcoming fairy tale picture Maleficent. Vivian will play a minor role as a child version of Princess Aurora opposite her mother who stars as the evil title character in the movie. As if we weren't already excited to see Angelina Jolie vamping it out as evil queen Maleficent, we will now be surely looking out for the new star in the making. این بود نشر خبرهای این ساعت از تلویزیون اندیشه. روز روزگار بر شما عزیزان خوش، شاد و پیروز باشید.